میگم به همه شما عزیزان. امیدوار هستم که حال تک تکتون خوب باشه، همگی در سلامتی و قوت خداوند باشید و خیلی خوشحالم که امروز این فرصت رو دارم که کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بذارم. همینطور عزیزانی که در خانه های خودتون هستید و برنامه ما رو دنبال میکنید، به صورت خاص برادران و خواهران عزیز ما در کلیسای آلفا اومگای برمن، ما متاسفانه دیروز در کلیسای برمن جلسه عبادتی نداشتیم، به خاطر محدودیت‌های جدید جلسه دیروز رو کنسل کردن. کلیسای آلمانی هنوز تصمیم گیری نشده برای از این به بعد، اما دعا کنیم که اراده خدا انجام بشه و خواست دل ما انجام بشه که جلسات کلیسا کنسل نشه، اونجا ادامه داشته باشه. برای همین امروز عزیزان به جای دیروز با ما هستن. خدا رو شکر، خیلی خوشحالم برای امروز و برای این وقتی که با هم دیگه خواهیم داشت از کلام خدا. 4 هفته گذشته ما یک کلام خیلی عالی رو از پاستور عزیز شنیدیم تحت عنوان خزائن مخفی راز مسیح. این کلام خیلی با قلب من اون روز صحبت کرد و در طول این 4 هفته مخصوصا خیلی من هنوز بهش فکر میکنم، من رو به فکر فرو میبره، خیلی عمیقا قلبا من رو و زندگی روحانی من رو به نوعی تکون داد. عزیزانی که اگه گوش نکردید تشویقتون میکنم گوش بدید. در 11 اکتبر این کلام موعظه شد. پاستور چند تا جمله رو اونجا گفتن، یک توضیح دادن که میتونم بگم این چند تا جمله خیلی، من هفته بعدش هم که مدیریت جلسه داشتم این رو گفتم. پاستور گفتن بعضی وقتا من در مورد کلام خدا یا حقایق روحانی با افراد صحبت میکنم و انگار افراد متوجه نمیشن که منظور من چیه، یا نمیفهمند که خدا داره با اونها چه صحبتی میکنه. این جمله خیلی من رو تکون داد و من به خودم فکر کردم که چقدر جاهایی بوده که خدا با من صحبت کرده و من نفهمیدم. خدا میخواسته پیامی رو به من بده ولی گوش من بسته بوده، چشم من بسته بوده. خدا میخواسته رازی رو با من در میون بذاره از گنجهای خودش، از کلام خودش، فقط چون دل من بسته بود، قلب من به نوعی بسته بود، من نمیتونستم بفهمم و من خیلی درد کشیدم برای خودم تو این قسمت و برای کلیسا که چقدر خدا هر هفته میتونه و نمیتونه، بلکه میخواد و داره انجام میده از طریق پیام‌آوران خودش. ما هر هفته یک شنبه موعظه هایی که میشنویم تو جلسات هفتگی، همه تعالیم و یا موعظه هایی که همه شما عزیزان یا همه ما از طریق یوتیوب یا هر جای دیگه میشنویم، خدا از همه اینها میتونه استفاده کنه تا یک رازی رو با ما در میون بذاره، تا پیامی رو با ما به ما منتقل کنه و با ما صحبت کنه. ولی سوال اینجا بود برای خودم که آیا من در تمام این تعالیم، در تمام این موعظه ها میتونم پیام خدا رو درک کنم؟ میتونم اون راز رو متوجه بشم؟ مخصوصا در این زمانهای آخر که چقدر کلیسا، چقدر بدن مسیح نیاز داره، در این دنیایی که همونطوری که خواهر رومینای عزیز چقدر عالی گفتن، هر روز بیشتر داره به سمت شرارت میره، هر روز بیشتر داره پادشاهی و ملکوت شیطان گسترش پیدا میکنه، چقدر بیشتر من و شما ایماندار، من و توی کلیسا نیاز داریم که صدای خدا رو بشنویم، پیام خدا رو بشنویم، گنج‌هایی که خدا میخواد با ما در میون بذاره رو دریافت کنیم. و همینطور پیام‌هایی که ادامه پیدا کرد، از پاستور ممزن صحبت کردن، هفته گذشته پاستور در مورد قسمت یوغ مسیح صحبت کردن و همه اینها من رو به یاد یک دعای انداخت که پولس رسول این دعا رو کرده در رساله افسوسیان باب 3 آیه 14 تا 19. قسمتی از این رو در سرود اول امروز با هم دیگه خوندیم. پولس اینطور دعا میکنه برای کلیسای افسوس، میگه از این رو زانو میزنم در برابر آن پدر که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین از او نام میگیرد و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید تا توان آن بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و جرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشریست بشناسید تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. در این دعا توجه من به یک قسمتی جلب شد و اون همین هستش که پولس میگه من برای شما دعا میکنم که در انسان باطنی خودتون به مدد روح خدا نیرومند بشید. پولس برای ایمان از کلیسای افسوس دعا نمیکنه، برای خدمتشون دعا نمیکنه، برای زندگیشون دعا نمیکنه، بلکه انگار به یک انسانیت تازه و جدیدی که در درون اونهاست، در بطن اونها بعد از ایمان به مسیح قرار گرفته، برای این دعا میکنه.
و میگه این انسان باطنی شما باید به مدد روح خدا قوی بشه، قوت بگیره. انسان باطنی شما، من و شما، این انسانیت تازه انگار باید چشم و گوشش باز بشه، باید فهم و درکش باز بشه تا بتونه کلام خدا رو بفهمه و درک کنه، این گنج‌ها رو بتونه به دست بیاره. فقط و فقط انگار میگه که این انسانیت باطنی هست که قادره به محبت مسیح پی ببره، نه انسانیت عادی. این انسان باطنی و تازه هست که میتونه درک کنه، متوجه بشه که خدا داره بهش چی میگه، و اون انسانیت کهنه به نوعی قادر به درک نیست، به نوعی انگار نامحرم هستش به صدای خدا، به پیام خدا که بخواد اون رو بشنوه. خیلی زیبا به یاد این شعر حافظ افتادم که میگه تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. میگه تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، تا با صدای خدا میگه انگار آشنا نشی، تا با این انسانیت تازه در تو قوت نگیره، نیرومند نشه، تا آشنا نشی از این پرده، از این پرده پر رمز و راز چیزی نشنوی. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش نامحرم گوشیست که هنوز داره با انسانیت کهنه میشنوه، هنوز با انسان گذشته داره میشنوه، گوشیست که هنوز به نوع، به جنس صدای خدا عادت نکرده، نمیشناسه، و میگه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. هرگز گوشی که نامحرمه کلام خدا رو نمیتونه درک کنه و نمیتونه متوجه بشه. از این اراده خداست برای من و شما که من و توی ایماندار در این زمانها در انسان باطنی خودمون نیرومند بشیم، در انسان تازه خودمون زوراور بشیم، قوت بیابیم، انسان تازه رو در بر کنیم که در این زمانها به صورت خاص عزیزان بتونیم پیامهای خدا رو بفهمیم. وقتی کلام خدا با ما صحبت میشه، وقتی امور روحانی دور و بر ما اتفاق میفته، بتونیم نه چیزی که چشم ما میبینه، بلکه بتونیم دنیای نادیدنی رو ببینیم، بتونیم درک کنیم اتفاقاتی که داره دور و بر ما میفته، بتونیم این انسانیت تازه رو بپوشیم و بتونیم قلبی باشیم، انسانی باشیم، گوشی باشیم که خدا رازهای خودش رو با ما در میون بذاره. آیا مشتاق هستید که در این انسان باطنی به مدد روح او قوی بشیم، انسانیت تازه رو در بر کنیم؟ پولس رسول به ما این رو یاد میده که چطور میتونیم این انسانیت جدید رو در بر کنیم. در رساله افسوسیان باب 4 آیه 22 تا 24 شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود آن انسان قدیم رو که تحت تأثیر امیال فریبنده دستخوش فساد بود از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد. پولس در این سه تا آیه عزیزان سه مرحله رو به ما نشون میده. سه مرحله که یک شخص باید این مراحل رو پشت سر هم و به ترتیب قدم برداره تا بتونه در اون انسانیت تازه و نوین قرار بگیره. انسانیتی که قادر به درک و فهم پیام و کلام خدا و صدای خداست. انسانیتی که میشناسه، حساسه. اولین قدمی که میگه شما باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود انسان قدیم رو که تحت تأثیر امیال فریبنده بود از تنتون به در بیارید. مثل یک لباس، یک لباسی که کثیف بود، یک لباسی که بوی بد میداد، یک لباسی که آلوده بود. میگه اولین قدم شما باید این انسانیت کهنه رو در بیارید. انسانیتی که دور خودش میچرخید. خواسته من، زندگی من، آینده من، خوشبختی من، خانواده من، پیشرفت من، موقعیت من، احترام من، آبروی من، هر چیزی که به من ربط داره و دور من داره میچرخه. انسانیتی که فقط در اون خودمحوری و منیت خودش بود. میگه شما اولین قدم باید این رو در بیارید. و همه ما کسانی که به عیسی مسیح خداوند ایمان داریم، این قدم رو کجا برداشتیم؟ در روز توبه و بازگشت. در روزی که باور داشتیم، باور کردیم، چشمان ما به اون لحظه باز شدیم، کثیفی رو دیدیم، گناهان خودمون رو دیدیم و توبه کردیم، بازگشت کردیم و این انسانیت کهنه رو در آوردیم.
اما از اینجا یک امایی هست. خیلی موقع ما یک لباسی رو در میاریم و میخوایم یک لباسی رو بپوشیم. اما میخوام به خاطر اینکه یکم باز بشه، یکم این رو با یک مثال بگم. فرض کنید که شما ورزش کردید، رفتی دویدید یا یک کار خیلی سنگینی کردید یا بدنسازی یا هر کار دیگه، بدن شما خیس عرق شده، بوی بد عرق میده، لباسهای شما همه خیس و کثیف و عرقیه، تمام تنتون چسبناک شده، یعنی میخوام انقدر بگم تا به اون حالت چندشناک خودتون برسید، کم کم قیافه هاتون بشه اونطوری. فکر کنید تمام این بوی بد، لباس خیس، عرقی، همه چی چسبیده. و شما اولین کاری که میکنید به صورت نرمال چیکار میکنید؟ لباس رو در میارید. بدنی وقتی میرسید خونه در میارید. و بعدش چیکار میکنید؟ دوش میگیرید. بلافاصله ما اینجا میریم حموم میکنیم. چرا؟ چون میخوایم که این کثیفی از بدن ما بره. و خیلی کم پیش میاد بعد از اینکه تن ما عرقی و کثیف باشه، بوی بد بده، بخوایم بریم یک لباس نو و تازه به تنمون کنیم. و فکر نمی‌کنم هیچ کسی این کارو بکنه، یک لباس نوئی که هرگز پوشیده نشده. اون لحظه فکر می‌کنم یه واقعا یک حالت خیلی بدی اصلا به آدم دست میده، این لباس نو و تازه رو بدن عرقی و بدبو. و این آیه دقیقا همینو داره به ما میگه. بعد از اینکه اون لباس رو در میاریم، باید بریم و دوش بگیریم و تن خودمون رو تمیز کنیم. و این کجاست عزیزان؟ میگه باید طرز فکر شما نو بشه. بعد از اینکه عزیزان ما اون انسانیت کهنه رو در میاریم، باید اجازه بدیم طرز فکر ما عوض بشه، طرز فکر ما شسته بشه. با چه چیزی شسته بشه عزیزان؟ فقط و فقط با کلام خدا، با کلام حیات بخش خدا، با این آب پاک و طاهر و روان که میتونه تمام اون طرز فکر گذشته ما رو پاک کنه، عوض کنه، تبدیل کنه، ما رو طاهر کنه، فکرهای ما رو عوض کنه، اون قسمتهای از انسانیت کهنه ما رو بشوره و ببره. فقط و فقط عزیزان با کلام خدا این اتفاق میفته. پولس رسول که این آیات رو نوشته، خیلی خوب این مراحل رو در زندگی خودش تجربه کرد. ما قسمتی پولس جایی که خود معرفی شده در کتاب اعمال رسولان هست، قسمتی هم از گذشته خودش رو در رساله فیلیپیان میگه و شرح ایمان آوردنش رو در باب 9 اگه اشتباه نکنم 9 اعمال رسولان هست. پولس چه کسی بود؟ پولس یک فریسی بود، یک یهودی غیور بود. از کودکی کلام خدا رو خونده بود، کلام خدا همون عهد عتیق رو داشتن دیگه، خونده بود و خیلی با غیرت بود نسبت به مذهب و شریعت یهود. پولس کلیساها رو به آتش میکشید، ایمانداران رو شکنجه میکرد، اونها رو کاری میکرد که در واقع کلیساها بسته بشه. موقعی که نوشته شده استیفان رو میخواستن سنگسار کنن، پولس لباس اون سنگسار کننده ها رو در دست خودش گرفته بود و به نشانه تایید اونجا ایستاده بود و از قضا حکمی رو از کاهن اعظم گرفته بود که به شهر دمشق بره تا اهل طریقت رو که اونجا بودن اونها رو دستگیر کنه و بیاره تو اورشلیم که کاهنان حال اونها رو جا بیارن. در راه دمشق بود که عیسی مسیح خداوند با اون ملاقات میکنه. او از اسب خودش به زمین میفته و اونجا میفهمه چه اتفاقی براش افتاده. و کلام خدا میگه 3 روز چشمان او کور میشه، نابینا میشه. تا موقعی که در روز 3 خداوند شخصی به نام حنانیا رو میفرسته که برای او دعا کنه. خود پولس چیزی نمیگه در این مورد و کلام خدا هم چیزی ننوشته، اما من همیشه به این فکر میکنم پولس در اون 3 روز به چه چیزی فکر میکرد؟ چی کار میکرد؟ من فکر نمیکنم جو سومون بک خشکی جا نشست یا خوابید تا یک نفر بیاد. پولس به چه فکر میکرد؟ من فکر میکنم به کارهایی که کرده بود، به گذشته خودش فکر میکرد، به کارهای اشتباه خودش فکر میکرد. من فکر میکنم و مطمئن هستم یه قسمتی که خدا 3 روز به او وقت داد که او توبه و بازگشت کنه. چون موقعی که حنانیا آمد و دست بر او گذاشت، میگه چشمان او باز شد و بلافاصله تعمید گرفت، پس حتما توبه و بازگشت کرده بود. و موقعی که کلام خدا در همون باب 9 آخر باب 9 هستش، وقتی میگه حنانیا دست بر او گذاشت و دعا کرد، او رو برکت داد، میگه یک چیزی مثل فلس از چشمان پولس افتاد و پولس شروع کرد به دیدن. این افتادن فلس از چشمان پولس نه فقط بینایی او رو دوباره به او برگردوند عزیزان، بلکه میشه گفت این فلس ها اون انسانیت کهنه پولس بود، اون طرز تفکر گذشته او بود که از چشمان او افتاد، از بدن او افتاد. اونجا پولس در آورد این انسانیت کهنه رو و
و بعد از اون پولس هرگز دیگه مثل گذشته نمیدید. مثل گذشته فکر نمیکرد. عزیزان، پولس رسول به پشتوانه کلام خدا، به پشتوانه همین عهد عتیقی که ما داریم میرفت و مسیحیان رو شکنجه میداد. به پشتوانه همین کلام خدا مذهب و شریعت یهود میرفت و کلیساها رو میبست. و الان پولس نیاز داشت که کلام خدا رو دوباره بخونه. این بار نه تحت پوشش شریعت و مذهب یهود، بلکه تحت پوشش فیض، محبت و نجاتی که در مسیح عیسی به دست آورده. و این برای پولس همین یه آیه که باید طرز فکر شما نو شود، 3 سال طول کشید. در رساله غلاطیان در باب 1 نوشته موقعی که او ایمان آورد، خودش میگه من نرفتم به اورشلیم نزد برادران، میگه 3 سال در بیابانهای عربستان بود. پولس در اون 3 سال اجازه داد که روح خدا از طریق کلام خدا طرز فکر او رو نو کنه، طرز فکر او رو عوض کنه، از پیدایش تا ملاکی رو دوباره بخونه، دوباره بفهمه، دوباره یاد بگیره. همون آیه هایی که او یک روزی بر می داشت و حکم می کرد با او کلیساها رو می بست، از همون آیه ها پولس وقتی از بیابان عربستان بر می گشت شروع کرد به بشارت دادن و کلیسا تأسیس کردن. باید عزیزان طرز فکر من و شما نو بشه و فقط و فقط کلام خدا هستش که میتونه این رو من برای من و شما به ارمغان بیاره. چون خیلی چیزهایی که ما در طرز فکر خودمون داریم، در طرز فکر گذشته خودمون داریم، کاملا متفاوت هست با اون چیزی که در کلام خداست. من خیلی به این فکر کردم که بتونم موردهایی رو پیدا کنم برای مثال زدن که چه چیزی هست که در کلام خدا و در انسانیت کهنه یا در دنیایی که ما در زندگی می‌کردیم خیلی تفاوت داره که بتونیم درک کنیم این رو. اول از همه به محبت فکر کردم، بعد گفتم خب نه، در دنیا ما محبت‌های خوبی داریم، افرادی که حقیقتاً صادقانه محبت می‌کنند. اما چیزی که خدا به من نشون داد یک موضوع بود و اون هم عدالت هست. ما ایرانی‌ها و یا افغان‌ها به خاطر جامعه‌ای که درش زندگی کردیم، کشوری که درش زندگی کردیم، در اون رژیمی که تماماً ناعادلانه بود، سیستمی که از عدالت درش هیچ خبری نبود و چقدر لطمه دیدیم همه ما به خاطر ناعدالتی‌هایی که اونجا شد، چقدر همه ما تشنه و گرسنه ما عدالت بودیم و خیلی از ما شاید به همین دلیل مهاجرت کردیم که یک جایی که عادلانه زندگی کنیم و خیلی دوست داریم که عدالت در زندگی ما انجام بشه، در دور و بر ما عدالت اتفاق بیفته و خیلی از ناعدالتی ناراحت میشیم. اما سوال اینجاست که کلام خدا تعریفی که از عدالت میکنه با تعریفی که ما در دنیا از عدالت داریم آیا یکی هست؟ و اگر ما در کلیسا هستیم، در این جامعه الهی هستیم، فرزند خدا هستیم، ایمان آوردیم، ما کتاب مقدس رو نمیتونیم یک قسمتی رو قبول کنیم قسمت دیگه رو قبول نکنیم، تمامی کتب الهام خداست، آمین، پس باید تمامی کتب رو بپذیریم. کلام خدا در مورد عدالت به ما چی میگه؟ آخرین ها اول خواهند شد و اولین ها آخرین. آیا در دنیا این عدالته؟ در دنیا اولین ها اول خواهند شد و آخرین ها آخرین. ما هیچ موقع توی یک مسابقه ورزشی، مسابقه 2 نمیبینیم مدال طلا رو گردن نفر آخر بندازن. درسته؟ کسی که بیشتر دویده، زحمت کشید، نفر اول شده، او اولین خواهد شد، اما آخرین هم آخرین. اما کلام خدا میگه، عیسی مسیح میگه اولین ها آخر خواهند شد، آخرین ها اولین. جای دیگه عیسی مسیح مثلی میزنه از یک ارباب و کارفرمایی که اونجا سمبل خداست، میگه کارگرانی آمدن پیش او و کار میکردن. کارگری که 12 ساعت کار کرد با کارگری که 1 ساعت کار کرد مزد برابر گرفت و این در نزد خدا عدالت هست. آیا در دنیا این عادلانه است؟ همه ما هر جایی که کار میکنیم باید شتوندن ستل پر کنیم، جدول ساعت بندی کاری پر کنیم. حتی تو آلمان تایمای استراحت و پازه جزء ساعت کاری محسوب نمیشه. این عدالت دنیاست. اما در کلام خدا عدالت عیسی مسیح، اون کسی که 12 ساعت کار کرد با اون کسی که 1 ساعت کار کرد مزد برابر گرفت. عیسی مسیح میگه اگر کسی به گونه راست تو زد، گونه چپ خودت رو بگیر. اگر کسی قبای تو رو گرفت، عبای خودت رو بده. اگر کسی 1 مایل از تو خواست با او بری، تو 2 مایل با او برو.
این عدالت عیساست. اما عدالت دنیا میگه اگر کسی بر گونه راست تو زد، تو اجازه داری بر گونه راست او بزنیم. اگر کسی قبای تو رو گرفت، تو اجازه داری از او شکایت کنی و چیزی از او بگیری. و چیز دیگه ای که خدا به من نشون داد عزیزان، این رو مخصوصا میخوام به کسانی بگم که خیلی به دنبال عدالت هستند، نجات من و شما، اینکه گناهان من و شما بخشیده شده، ما به جهنم نمیریم و به آسمان میریم، نجات من و شما برادر و خواهر عزیز بر یک ناعدالتی قرار گرفته. یک بیگناه به جای همه ما گناهکارا مرد و خدا جریمه او رو پذیرفت. هیچ دادگاهی در این دنیا قبول نمیکنه که یک بیگناه به جای حتی یک گناهکار، چه برسه به جای افراد زیادی. نجات من و شما عزیزان بر پای یک ناعدالتی قرار گرفته، اما همین ناعدالتی در حضور خدا برای من و شما عدالت محسوب میشه. پس اگر عزیزان، مخصوصا کسانی که با دید دنیا، با قضاوت دنیا، با معیارهای دنیا عدالت رو فکر میکنن، میخوان عدالت برقرار بشه در جامعه الهی و در کلیسا، میخوام این تشویق، نمیدونم تشویق نمیشه، نه تشویق اصلا کلمه درستی نیست، این پیشنهاد رو بکنم که اگر با تمام اون طرز فکر میخوای عدالت رو برقرار کنی، نجات خودت رو به زمین بگذار و اول از همه بخواه که عدالت برای تو انجام بشه. مسئولیت تمام کارهایی رو که به عهده گرفتی، انجام دادی رو به عهده بگیر، تمام گناه ها رو، و روزی در حضور خدا که داور عادل هست میستی و میتونی در تمامی قسمت ها باور داشته باشی که عدالت رو انجام خواهد داد. پس عزیزان بیایم از این بعد ببینید چقدر مهمه وقتی ما اجازه میدیم کلام، فکر، افکار ما با کلام خدا نو بشه، اون موقع حقایقی رو میفهمیم، حقایقی رو درک میکنیم که میتونه خیلی زندگی های ما رو عوض کنه. وقتی از این بعد در کلیسا یا در رابطه شخصی خودمون با خدا یا در جامعه روحانی در مورد عدالت صحبت میکنیم، بیایم فکر کنیم در مورد عدالت دنیا صحبت میکنیم یا عدالتی که کلام خدا به ما میگه، چون خدا مطابق این عدالت با ما رفتار میکنه و خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه عزیزان. پس چقدر ما نیاز داریم، و اگر عزیزان این اتفاق برای من و تو ایماندار نیفته، میدونید مثل چی میمونه؟ مثل همون شخص میمونه که لباسهای عرقی خودش رو در آورده، لباسهای کثیف خودش رو در آورده و لباسهای نو رو به تن کرده، غافل از این که بوی عرق از زیر این لباسها بیرون میاد و دیگران رو اذیت میکنه، دیگران رو آزار میده. من فکر میکنم همه تجربه کردیم وقتی نزدیک یه نفر میشیم که بدنش بوی بد عرق میده و خودش هم متوجه نیست. من حقیقت تو این قسمت خیلی ضعیف هستم و فرار میکنم، یعنی اون موقع هم که از اتوبوس یا قطار استفاده میکردم، یعنی جامو عوض میکردم، کار اشتباهی است ولی من نمیتونستم تحمل کنم. بعضی وقتا اون شخص نمیفهمید که بدنش بو میده، و تو کلیسا هم میتونه اینطوری باشه، شخصی هستش که اجازه نداده افکار او با کلام خدا نو شده باشه، عوض شده باشه و داره زندگی میکنه، و بعد از چند وقت یهو میبینه افراد دیگه باش مشکل پیدا میکنن، شبانان باش، رهب خادمین باش مشکل، خودش با دیگران مشکل پیدا میکنه و با خودش نگاه میکنه میگه من کاری نکردم، واقعا هم کاری نکرده. فقط طرز تفکر اوست که داره باهاش زندگی میکنه، داره باهاش خدمت میکنه، کاملا متفاوت هستش با معیارهای کلام خدا. مثال دیگه یوشع هست. یوشع، خداوند یوشع رو انتخاب کرد تا به جای موسی رهبر باشه برای قوم زمانی که موسی مرد و قوم رو وارد سرزمین وعده بکنه و سرزمین کنعان بکنه. در ابتدای کتاب یوشع در باب 1 می‌بینیم که خدا با یوشع صحبت می‌کنه، فرامین رو به او میده، احکامی رو به او میده تا ببینه او چطور می‌تونه قوم رو هدایت کنه. و در باب 1 آیه 8 خدا به موسی میگه، خدا به یوشع میگه ای یوشع، این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آن چه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. ای یوشع، کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن. این 5 کتاب تورات، چرا خدا به یوشع گفت
که این کتاب تورات از دهان تو دور نشود و در آن تأمل کن. چون در این پنج کتاب در تورات نوشته شده بود که یوشع در مصر در سرزمین بندگی در چه وضعیتی زندگی میکرد. نوشته شده بود که خدا چطور یوشع را از مصر بیرون آورد. در کتاب تورات نوشته شده بود که خدا چطور با معجزه دریای سرخ و جلوی یوشع باز کرد تا یوشع بتونه عبور کنه. در کتاب تورات نوشته شده بود که یوشع در جنگ با امالیقیان چطور به عنوان یک فرمانده خدا او رو پیروزی بخشید و او پیروز شد. در کتاب تورات نوشته شده بود که چطور خدا ایمان یوشع و کالیب رو حفظ کرد که وقتی با جاسوسان بر میگردن اون دو نفر زنده بمونن و بقیه هلاک نشن. در کتاب تورات نوشته شده بود که خدا یوشع رو انتخاب کرده که رهبر قوم باشه. برای همین به یوشع میگه همه اینها رو بخون، چون تمام پیروزی های یوشع، هویت یوشع، ارث یوشع، آینده یوشع، هر آن چیزی که خدا برای یوشع در نظر گرفته بود در این کتاب تورات بود. و برای من و تو عزیز ایماندار، من و تو امروز اون یوشع هستیم که خدا به من و تو میگه این کتاب از دهان من و تو دور نشود. روز و شب در اون تأمل کن، در اون فکر کن. این کتاب عزیزان، در این کتاب هویت من و تو نوشته شده در مسیح عیسی. ما کی هستیم؟ ارث من و تو نوشته شده در این کتاب که من و تو چه ارث بزرگی داریم. هویت ما هست، پیروزی هایی که ما در مسیح داریم، وعده های خدا برای من و تو در این کتاب نوشته شده که برای من و تو بله و آمین هست. میگه تا مطابق هر آنچه نوشته شده عمل کنی، آنگاه در تمامی راه های خودت پیروز و کامیاب خواهی شد. بگذاریم طرز فکر ما نو بشه. باید طرز فکر ما نو بشه. لباسای کثیف رو در آوردیم، حموم کردیم با یک آب گرم، با صابون، لیف، کیسه، چرکا همه رفت، شاید یک لوسیون خوشبو کننده هم آخر استفاده کردیم، تمیز شد و الان وقت چیه؟ پوشیدن این لباس تازه. فکر میکنم خیلی ها تجربه کردید وقتی که بدنتون تمیز یه لباس تازه رو میپوشید، چقدر دلچسب، نه؟ چقدر احساس خوبی به آدم دست میده. و الان هستش که من و تو میتونیم اون انسانیت تازه رو دربر کنیم، انسانیتی که آفریده شده تا در عدالت و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشه، انسانیتی که آفریده شده تا صدای خدا رو بشنوه، انسانیت باطنی که الان به مدد روح خدا توسط کلام خدا میتونه قوتمند بشه، میتونه زورآور بشه، انسانیتی که الان چون طرز فکرش با کلام خدا عوض شده قادره صدای خدا رو بشنوه، قادره پیام خدا رو بفهمه، قادره تا اون گنجهای مخفی رو درک کنه و اونها رو به دست بیاره، قادر هستش در تمام اوضاع به هم ریخته که در این دنیا هست یا در کلیسا اتفاقاتی میفته که افراد میگه من اصلا نمیفهمم چرا اینطوری شد، قادر الان بفهمه که چه اتفاقاتی داره میفته. و همه اینها عزیزان، همه و همه فقط و فقط با نو شدن طرز فکر ما، با عوض شدن طرز فکر و ذهن ماست که اتفاق میفته و من و شما میتونیم قدم برداریم. همه ما عزیزان نیاز داریم، مخصوصا ماهایی که خدمت میکنیم با افراد دیگه. من خودم چقدر این اشتباه رو تو خدمت خودم کردم. شخصی که به عنوان خدمت به من سپرده شده بود هنوز این لباس کثیف در تنش بود، من به زور میخواستم لباس تازه رو تو تنش کنم، به زور بهش تو باید این کار رو کنی در مسیحیت اینطوریه. اون شخص هنوز داشت به فکر لذت‌های خودش بود، چیکار کنم دوباره مثل قدیم زندگی کنم، گناه کنم. من به زور داشتم لباس تازه رو میخواستم تنش کنم، صاف و صوف خوشگل باشه که بگم مثلا من اینو تونستم درست کنم. ما خادمین هم از اون که افراد رو خدمت میکنیم باید بدونیم این شخص در چه مرحله ایه. اول باید به او کمک کنیم تا او به کثیفی لباس خودش پی ببره، اول در بیار، بعد از اینکه در آوردم رو اون لباس کهنه سریع لباس تازه نکنیم، به او کمک کنیم، به او یاد بدیم که او قدم برداره، طرز فکرش عوض بشه و اون موقع هستش که روح خدا این لباس تازه رو بر تنش میکنه. از اون همه ما هنوز نیاز داریم،
همه ما بدون استثنا هنوز نیاز داریم در قسمت‌هایی طرز فکر ما نو بشه، طرز فکر ما عوض بشه. همه ما نیاز داریم. من خودم مخصوصا وقتی که تو یه هفته گذشته فکر می‌کردم و نگاه می‌کردم، حقیقتا می‌خوام اعتراف کنم در حضور شما، چیزی که متوجه شدم اصلاً هیچ چیزی، هیچ قدمی درش جلو نرفتم و چقدر نیاز دارم که طرز فکر من عوض بشه، محبت کردن هست. خدا به من نشون داد که چقدر محبت‌های من سطحیه، چقدر محبت‌های من خالیه بعضی وقتا، چقدر محبت‌های من خیلی موقع‌ها صرفاً یک لبخندی هستش که به روی لب دارم و در عمق قلب من این محبت خیلی جا نیست. و من چقدر نیاز دارم که خودم رو با کلام خدا در یوحنا باب 13 هر روز بهش فکر کنم، جایی که عیسی مسیح پای شاگردان خودش رو میشوره. این هفته داشتم به این فکر میکردم، موقعی که عیسی لگن رو برداشت، لنگ رو برداشت، جلوی پای یوحنا رسید. یوحنا نوشته شده شاگردی که عیسی او رو دوست می‌داشت، او رو محبت کرد. با خودم تصور می‌کنم عیسی چه عاشقانه پاهای یوحنا رو شست. تو دلش شاید داشت قربون صدقه یوحنا می‌رفت. تو دلش شاید داشت او رو محبت می‌کرد. شاید دو تا ماساژ بیشتر از بقیه پاهای یوحنا رو داد. و بعد از یوحنا به پاهای یهودا رسید. یهودا اسخریوتی. و اون لحظه با خودم فکر کردم عیسی چیکار کرد؟ چشش آورد بالای دونی چپ چپ یهودا رو نگاه کرد، حالا من پای تو رو هم دارم میشورم، محبت من اینطوریه. یا تو دلش داشت چیزایی میگفت، یا فقط آب ریخت یکم دستمال کشید. با خودم فکر میکردم او چطور پای یهودا رو شست. و چیزی که ایمان دارم و ایمان دارم و ایمان دارم 100% با همون محبتی که پای یوحنا رو شست، با همون محبت پای یهودا رو شست. چون در باب 13 آیه 2 میگه او کسان خودش رو جمع کرد و به کمال اونها رو محبت کرد، و به کمال اونها رو محبت کرد. عیسی نگاه نکرد که او یوحناست یا یهودای خائنی که میخواد بره او رو تسلیم دشمن کنه و او رو بفروشه. و من خودم رو چقدر تو این قسمت دور میبینم از این انسان باطنی که باید شبیه عیسی باشه. چقدر نیاز دارم به این آیه ها فکر کنم، به این آیه ها تأمل کنم، اجازه بدم خدا تعریف من محبت رو در ذهن من عوض کنه، تا من بتونم نه فقط دوستان رو، نه فقط برادران رو، بلکه کسانی که تا دیروز دوست بودن و امروز دشمن میشن، کسانی که در دلشون شاید نقشه ها بکشن مثل یهودا، کسانی که فکرهای خائنانه دارن، بتونم اونها رو هم مثل یوحنا محبت کنم. عزیزان، خدا ما رو خوانده، خدا ما رو خوانده تا در انسانیت باطنی خودمون به مدد روح او نیرومند، زورآور و قوی بشیم، این انسانیت تازه رو در بر کنیم. و چقدر در این زمانهای آخر ما نیاز داریم، و این جزء از عزیزان چسبیدن و یک شدن با کلام خدا. اجازه بدیم که کلام خدا مثل یک آب پاک و طاهر فکرهای ما رو تبدیل کنه و عوض کنه. هیچ راه دیگه ای نداره عزیزان. اون موقع هستش اگه تو مشتاق هستی که خدا رازهای خودش رو با تو در میون بگذاره، پس این کلام برای توست، برای من. اگر اونقدر برات فرقی نمی‌کنه که پیام صدای خدا رو بشنوی، صدای خدا رو نشنوی، رازهای خدا رو متوجه بشی، رازهای خدا رو متوجه نشی، میتونی این کلام رو فراموش کنی. اما خدا میخواد عزیزان گوش‌های تک تک ما اون گوش‌های محرم و قابل اعتمادی باشه که اون راز خودش رو، اون فکر خودش رو، اون قلب خودش رو با ما در میون می‌ذاره. آمین. با هم دعا کنیم. هللویا. 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 خیلی قوی حضور روح خدا رو احساس میکنم که به هر کدوم ما
متناسب با وضعیت و شرایطی که هستیم میخواد چیزهایی رو نشون بده و صحبت کنه. به کسانی روح خدا نشون میده که هنوز در قسمت‌های این انسانیت کهنه رو بر تن دارند. هنوز اون لباس کثیف رو بر تن دارند. و روح خدا به تو نشون میده برادر و خواهر عزیز. و تو امروز خیلی راحت میتونی این لباس رو از تن خودت به در بیاری. زمانی که خودت رو فروتن کنی در حضور خدا و توبه کنی. به کسانی خدا نشون میده قسمت‌هایی رو که با طرز فکر انسان گذشته دارن در جامعه الهی، در پادشاهی و ملکوت خدا زندگی میکنند، با اون معیارها و ملاک‌های گذشته و کهنه دارن زندگی میکنند، با عدالتی که دنیا تعریف میکنه، با محبتی که دنیا تعریف میکنه، با صداقتی که دنیا تعریف میکنه، و نه فقط زندگی میکنند بلکه حتی دیگران و یا کلیسا رو محکوم میکنند و قضاوت میکنند. امروز هم خدا به من و تو یک فرصت دوباره میده. تا به او بگیم که اشتباه کردیم. بگیم که اشتباه فکر میکردیم. و از او کمک بخوایم، از او قوت بخوایم تا در کلام خودش ما رو عمیق کنه، تا این آب حیات بر فکر ما، بر دل ما، بر قلب‌های ما جاری بشه. بیایم از امروز به او بگیم که ای خداوند، به تو اجازه میدم، من میخوام که فکرهای من رو تو تازه کنی. و افرادی هم هستن که در این مسیر در حال رفتنند، خودشون رو به کلام خدا سپردند. و برادر خواهر عزیزی که در این مسیر هستی و اجازه دادی و میدی که هر روز فکر تو با کلام خدا تازه بشه، خدا تو رو تشویق میکنه و میگه من هر روز بیشتر از قبل این انسانیت تازه رو در تن تو میکنم. اجازه میدم تو هر روز بیشتر از قبل در این انسانیت تازه عمیق بشی، در این انسان باطنی خودت نیرومند بشی. من هستم که به تو حکمت و فهم میبخشم. من هستم که تو را از رازهای مخفی خودم با خبر خواهم کرد. ای روح خدا، ای روح خدا، اکنون زمان توست ای خداوند، ای روح القدس. میخوایم قلبمون رو، فکرمون رو ای روح القدس عزیز در حضور تو باز کنیم. کلام تو ای خداوند به جهت محکومیت نیست، بلکه به جهت بناست، به جهت اصلاح، به جهت تربیت هست ای خداوند، تا مرد و زن خدا به کمال، به جهت هر عمل نیکو آراسته بشه. و تو امروز برای این اینجا هستی تا من و ما رو ای خداوند آراسته کنی. هللویا ای خداوند. بگذاریم روح خدا قسمت‌هایی که از این کلام از دهن من ناگفته موند و قلب و جان ما باز کنه. پیام خدا تمام نشده. روح القدس سخنگوی اصلی است. او باز هم صحبت میکنه. او داره ادامه میده. خیلی قوی این احساس رو در قلبم دارم که او هنوز داره سخن میگه با قلب‌های تک تک شما.